زندانی که هیچ ملجأ و پناهی نداره، تو یه محیط بسته هست. خب زندان اوین ساختارش طوریه که تقریبا زندان در زندان حساب میشه. شما فرض کنید همین آتش‌سوزی که الان اتفاق افتاده تو بند 7 بوده، بند 7 توی مجموعه هست که بند 7 و 8 و 240 اونجا قرار گرفته و خود این که داخل زندان اوین قرار گرفته خودش دور یه دیوار بزرگی هست. یعنی شما از یه بند 7 که بیای بیرون تازه میرسی به دیوار، یه دیواری که بهش میگن دیوار آموزشگاه که این مجموعه این ستا بنده، از این بیای بیرون تازه میفتی تو محوطه اصلی اوین. خب حالا هر اتفاقی این داخل بیفته کسی نمیتونه اونجا فرار بکنه یا مثلا به این راحتی بتونه اونجا پناهی بگیره. مسلما حالا مهم هم نیست که این زندانی به چه تامی اونجا هست، جونش به هر حال دست حکومت. این اخبار ضد نقیضی هم که حکومت پخش کرد، اول گفتن که به خاطر درگیری بین بند 7 و 8 بوده. خب من مدت ها هم تو بند 7 حبس کشیدم هم تو بند 8، اصلا امکانش وجود نداره چون اصلا این دو تا بند اصلا کاملا جدا هستن. یعنی زندانی های بند 7 و 8 اصلا با هم ارتباطی ندارن که با هم درگیر بشن. بعد اومدن گفتن که آتش سوزی در پی درگیری توی کارگاه خیاطی صورت گرفته. خب آتش سوزی تا جایی که ما میدونیم غروب شده، از ساعت 4 بعد از ظهر بعد هیچ زندانی حق نداره تو محوطه کارگاه باشه. کارگاه ساعت 3-4 بسته میشه و همه رو میبرن توی بند، در بند هم میبندن و امکان حضور زندانی توی کارگاه وجود نداره. این هم یه خبر دروغ دیگه بود. بعد صدا و سیما یه ویدیویی پخش کرد که نشون داد که کارگاه سالمه. گفتن طبقه بالا یه جای یه اتاق سوخته‌ای آوردن، گفتن طبقه بالای اون جای کارگاه که انبار پارچه بوده، در حالی که طبقه بالای کارگاه میشه آمفی‌تئاتر زندان. بله و تا جایی که من خبر دارم و اطلاع گرفتیم از تماس زندانی ها مطلع شدیم، آتش سوزی تو بند 7 شروع شده و تو سایر قسمت های زندان هم کشیده شده. بله. هنوز نمیدونیم که چه چیزی این شروع کرده. من میتونم به جرات بگم خب زندانی انقدر احمق نیست توی فضای بسته خودش آتش سوزی به بار بیاره، خودش میسوزه این وسط.